شهر ریشیکش هند به عنوان پایتخت یوگا در جهان شناخته میشه. این شهر علاوه بر معابد هندویی که برای رهایی از تمایل‌های دنیوی ساخته شده، در دو طرف رود مقدس گنگ به فعالیت‌های یوگا در فضای باز اختصاص داده شده. در سراسر هندوستان هر روز هنگام غروب در همه شهرها و روستاها و آبادی‌های امتداد رود گنگ مردم جمع میشن و با موسیقی و شادی بابت وجود پربرکت این رود در زندگیشون شکرگزاری میکنن و بعد از مراسم هم آرزوهای قشنگشون رو به دست رود گنگ میسپارن. آداب و رسوم مردم هند که به نام آرتی مشهوره در ساحل رود گنگ برگزار میشه و با تقدیم هدایایی از جنس موسیقی و آتش به رود گنگ که مادر مقدس هندوهاست ادامه پیدا میکنه. هرگز دور از ذهن نیست که در بین آتش بازی مراسم جسد فردی رو ببینید که میسوزه و خاکستر میشه تا با پخش شدن خاکسترش در رود روحش آزاد بشه و به آرامش ابدی برسه. در این بین کسانی هم هستن که بیشتر از این که به فکر آرزوهاشون باشن از کارهایی که کردن پشیمونن. برای همین گناهانشون رو میدن به آب مقدس رود گنگ که با خودش بشوره و ببره. ریشیکش به عنوان خانه معبدهایی نیز شناخته میشه که برخی نوازندگان مراسم طولانی دعا و سرودهای مذهبی رو اجرا میکنن. در این مراسم از انواع سازدهنی‌ها، فلوت‌ها، طبل‌ها و شمار دیگر سازها استفاده میشه. این مراسم که معمولاً ساعت‌ها طول می‌کشه از حضور میهمانان هم استقبال میشه. هرچند بهتره که قبل از ورود به این مراسم حتماً اجازه بگیرید. بیشتر افرادی که به این جهان کوچک از هندوستان سفر می کنن و به مکانهای آروم اون سر می زنن از بازارهای شلوغ و پرهیاهوش بی خبرن. بازار شهر ریشیکش مجموعه بی نظیر از مغازه ها، رستوران ها، شیرینی فروشی ها، مغازه های میوه و سبزیجات و صنایع دستیه که دور تا دور جاده هاریوار کشیده شده. به عنوان یک شهر مقدس سر به هر گونه غذای غیر گیاهی و نوشیدنی الکلی در ریشیکش ممنوعه. اما پیشنهاد میکنم غذاهای لذیذ و تند خیابانی، شیرینی ها و بادام زمینی های تازه رو حتما امتحان کنید. در سرتاسر هند حیوان های دیده میشه که با انسان ها زندگی میکنن. از جمله گاو، گوسفند، سگ و میمون هایی که برای دزدیدن غذای مسافران و ورود به هتل ها بدنام شدن. اگرچه بهتره از میمون‌ها دوری کنین، اما غذا دادن به سگ‌های آروم میتونه کار بسیار پسندیده‌ای باشه و طبق باور هندی‌ها پاداش اون به شما برمیگرده. این خاک، این آب، این سرزمین، این مردمان دوست داشتنی به شدت درگیر شادمانی و شکرگزاری صلح و اعتماد هستند و چه روزگار خوشی رو برای خودشون رقم می زنند.